مقامات وزارت سرطانی افغانستان میگویند که 30% مردم این کشور به مشکلات روانی و 20% آنان به امراض روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز وزیر سرطان روز شنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی صحت روانی در کابل گفت خشونت‌های خانوادگی، فقر، بیکاری و مواد مخدر از جمله عوامل مبتلا شدن افراد به مشکلات و امراض روانی میباشد. آقای فیروز همچنان گفت امکانات تداوی در مقایسه با میزان افراد مبتلا به مشکلات و تکالیف روانی در افغانستان اندک است. اما بازم چون امکانات ما شما محدود است، او فرهنگی که هنوزم بتانیم افراد به شکل بسیار با حرمت و عزتش مورد تداوی قرار بتیم نیست. ما دستد استیم که همین حالت باید تغییر بتیم، مریضا را با حرمت تداوی بکنیم، مشوره بتیم ایشان و به خاطر از بین بردن این مشکل، با وجودی که از بین برده نخواهد شد، اما میتانیم که شیوعش بسیار پایین بریم. آقای فیروز همچنان گفت بیش از 1500 مرکز تداوی تکالیف و مشکلات روانی در سرتاسر کشور فعالیت می کند و برای مریضان ادویه به صورت رایگان توزیع می کند. اما وی می گوید تنها در 300 مرکز آن برای این بیماران مشوره های روانی داده می شود که هرگز کفایت نمی کند. بر اساس معلومات وزارت سرطان در افغانستان بیشتر زنان در مقایسه با مردان به مشکلات و بیماری روانی مبتلا می شوند. با گفته آقای فیروز شمار زیادی از بیماران روانی که در میان آنها خانم ها هم شامل می باشند از خانواده هایشان رانده شده و در مرستون ها زندگی می کنند. در همین حال برخی از خانم هایی که به مشکلات روانی مبتلا هستند می گویند که به دلیل خشونت های خانوادگی و ناامنی ها به این مشکلات مصاب گردیدند. در جنگ تولد شدیم، در جنگ بزرگ شدیم. هر کشور که جنگ داشته باشه باز به می حالت مردمش دوچار می باشه. خواسته نخواسته تکلیف روانی می داشته باشه. وطن ماست که مشکل از دیگه آدم از خانه به آسانی برآمده نمیتن. وقتی ما به بیچار به تشویش میباشی که چطور پس دوباره جور زنده خانه میرم نمیرم به چی حالت گرفتار میشم. بعد از او که هموز دیگه که سر اصاب انسان تاثیر کنه. مقامات وزارت سرطان میگویند خانواده ها، رسانه ها، ملایمامان مساجد و رؤسا و بزرگان قومی نقش عمده در کاهش مشکلات و بیماری روانی افراد دارند. روانشناسان افغان میگویند که جنگ جاری، فقر، مهاجرت ها و سایر مشکلات موجود در افغانستان سبب شده که سالانه صدها تن در این کشور دچار مریضی روانی شوند. آنان از ارگان های مسئول میخواهند تا با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی جلو افزایش این بیماری را در کشور بگیرند.